بله دوستان عزیز، ممنون و متشکرم که تحمل کردید تا من سیستم رو عوض کنم و برنامه آقای یزدان خدابندلو رو چهارشنبه 21 سپتامبر 31 شهریور ماه داشته باشیم. بهشون سلام میکنم، خوش آمد میگم و ازشون میخوام که میکروفون رو در دست بگیرن و صحبت کنن با شما دوستان بیننده و شنونده در سر تا سر جهان. در قسمت اول برنامه خودم گفتم که ایشون امروز در مورد زهر و پادزهر میخوان صحبت کنن. بفرمایید آقای خدابندلو، با شما هستیم. درود به شما آقای سوربی، شنوندگان و بینندگانتون. ممنونم. امروز بحثی که میخوام بکنم همون ادامه آسیب شناسی است. منتها این بار من اومدم یک نمونه ای رو ارائه میکنم و تشابه اون رو میکشم، نمونه از طبیعت رو ارائه میکنم و تشابهش رو در جامعه مطرح میکنم. و چون مطالب کمی طولانی هستن، بدون مقدمه وارد مطلب میشم و در جای جای اونم توقف میکنم و توضیحات لازم رو میدم. بسیار عالی. موضوع امشب زهر و پادزهر هست. طبیعت کهنبوم ایران با آب و هوای خشک و نیمه صحرایی، کشوری است با گونه‌های مختلف مارهای سمی، و زهر مادی شیمیایی حیاتی است که توسط غده‌های برون‌ریز بدن جانور برای دفاع و شکار تولید و از راه سوراخ میان دندان نیش که بر روی بالشتکی حاوی سم هنگام گزیدن به بدن طعمه یا دشمن تزریق می شود. و پادزهر آنتیبادی یا ضد زهری است که علیه سم عمل کرده و آن را خنسا می کند. دوستانی درباره این غده های درون ریز و برون ریز کوتاه توضیح بدم؟ بفرمایید. ما وقتی که غذا که می خوریم، بزاق دهان تراشو می کنه. اون غده ها در واقع بزاق ترشح میکنه، اینا غده های برون ریز هستن که به داخل دهان میریزه و غذا رو نرم میکنه برای پایین دادن، ولی رفتن پایین. اما یه تعداد دیگر غده های درون ریز داریم که اینها هورمون ها را درون خون جاری میکنن و برای پیشگیری و تحت فرمان سیستم دفاعی بدن عمل میکنه. اما این بالشتکی که زیر دندان مار قرار داره در واقع یک در برون ریزی هستش که مار هنگامی که نیش میزنه فشار میاره، این دندان در عین حال که به بافت بدن دشمن یا طعمه فرو میره، انتهاش به اون بالشتک فشار میاره و درون اون بالشتک سمی هستش که از اون سوراخ مقدار بسیار کمی داخل زخم یا اون سوراخی که دندان ما ایجاد کرده جاری میشه و باعث میشه که سیستم دفاعی بدن رو خنسا کنه و مهمتر از همه روی گلبول‌های قرمز بدن انسان تأثیر میذاره و اونا رو تخریب میکنه. وقتی گلبول‌های قرمز تخریب شد، طبیعتا اکسیژن رو نمیتونه به بافت‌ها برسونه و باعث مرگ انسان یا حیوان و عموما پستانداران میشه. خب ادامه میدم به مطلب. آلبرت کلمت، میتونید عکس این آقای آلبرت کلمت یا کلمت رو هم نشون بدید؟ بله بله، دو تا عکس ازش ارسال کردم. آلبرت کلمت، میکروبشناس فرانسوی، 100 سال پیش سرم ضد مارگزدگی تولید کرد. او شاگرد لوی پاستور بود و سم افعی را با زهر مار کوبرا مخلوط و اسبی را با این ترکیب واکسینه نمود و از این سرم به عنوان ماده ضد زهر برای مارگزیدگی ها در هندوستان بهره برد و در ایران تحقیق در زمینه سم مار و عقرب های خطرناک از سال 1347 آغاز و در حال حاضر در مؤسسه تحقیقات واکسن و سرمسازی رازی در حصارک کرج
که بزرگترین مرکز تولید پاپزهر در خاورمیانه محسوب می شود تولید می کردند و هر ساله ده ها نمونه جانور سمی توسط مردم به این مرکز ارسال می شود و موادی جهت رقیق کردن شدت سم به زهر آنها مخلوط و به بدن اسب‌های جوان و تنومند برای تولید پادزهر تزریق و سرم خون حیوان تولید پادزهر تزریق می شود. راستای این اقدام آنتن‌های هوشمند نیروی طرفدار ایران. ببخشید یه صدایی میاد، از سیستم ماست یا از سیستم شماست؟ اجازه بدید من پس اینجا رو نگاه کنم چون الان شروع شد. اکو میکنه. بله. خب بفرمایید. ادامه بدم. بله بله. و در راستای این اقدام آنتن‌های هوشمند نیروی ترقی‌خواه ایران از 100 سال پیش متوجه مار و کژدم‌هایی در هیئت شیخ و شاه آراسته به عبا و عمامه و مزین به تاج و شنل و شمشیر در طبیعت اجتماعی ایران شدند، حتی قبل از انقلاب مشروطه، و برای ریشه کن کردن این جانوران مسلح به فر ایزدی و آیه‌های الهی در رستاخیز 57 بساط تاج و تخت را برچید و بلافاصله با عنکبوت الله، میتونید اون عکس عنکبوت الله را هم نشون بدی؟ بله بله. و نمایندگانش در کهنبوم ایران درگیر که مسلح به پوک اسلحه نیروی کرکور و مشاوران استعماری خارجی هستند. یادتون میاد یه روزی درباره ملاها ما بحث میگردیم که من گفتم این ملاها را آقا دست کم نگیرید؟ بله بله، خود من هم میگم. اینه که این آقایون مشاوران خارجی مخصوصا انگلیسی هم دارند، خارجی هستند و در گرماگرم مبارزه جماعتی پادزهر جدایی دین از سیاست، تعدادی حکومت لائیک و پاره دولت سکولار توصیه میکنند. اینا اون جماعت مشقیان ها هستن. بدون توجه به نقش این دو گروه جانور در حیات اجتماعی و طبیعی کهنبوم ایران که دسته اول با وجود سمی بودن، یعنی اون مارها، جانورانی هستن مفید در چرخه حیات اکوسیستم و دومی انگل و پرازیت های نشسته بر گرده ملت، و طبیعتا مبارزه با انگل تاج و امامدار نه با ساختن پادزهر بلکه با شناسایی و کالبدشکافی مکانیسم پندار، گفتار و کردار آنها امکان ریشه‌کن کردن و از میان برداشتن آنها مهیا می شود. یعنی چی؟ یعنی اینه که اینها رو ما باید بتونیم به ما رو دشمن ملت معرفی کنیم تا ساروج اتحاد به وجود بیاد. من درباره اتحاد صحبت میکنن که بیایم متحد بشیم، متحد بشیم. پس باید بگیم شناسوندن اتحاد رو پیدا یا به وجود آورده باشن. بفرمایید. میگم پس باید بگیم در جهت شناساندن اینها به مردم کمک میکنیم. بله. من دارم اینجا الان اشاره میکنم به چند تا. حالا میخواییم بگیم که چگونه میخواییم اینا رو شناسایی بکنیم، پندارشون رو، گفتارشون رو و کردارشون رو و مکانیسم عملکردشون رو. بریم وارد اردوگاه اسلام بشیم که ایران هم جزء این اردوگاه هست. اردوگاه اسلام گرفتار انگلیسم تاریخی. تعریف انگل. انگل به زیستمندی گفته می شود که در داخل یا خارج بدن موجود دیگری زندگی و نیازهای حیاتی خود را بدون پرداخت بهای خدمات از وجود او تأمین و موجب ضرر و زیان میزبان خود می گردد. آقای سربی مرتب به مفخورها اشاره بکنه اما به اون کلان رادخارا اسمشون رو نمیبره. و این همزیستی ممکن است دائمی یا موقت باشد و در جوامع انسانی به گروه های از افراد در هیئت ملا و مکلا گفته می شود که هیچ گونه تعهد و خیر و برکتی نسبت به میزبان و سرزمین اشغالی او ندارد و به قول کسروی این جماعت نه دوزنده، نه بافنده، نه ریزنده، نه کشاورزند،
نه صنعتکارم، نه پزشکم، نه مهندسم و تنها کاری که بلدن مصرف ثروت ملت و تولید خرافات مسموم و ریختن آن در ذهن مردم محجوب و ساده دل تا کر و کور و جاهل ببانند تا استعمار و بهره کشی از آنها ادامه یابد. توجه بکنیم ملا جماعت در تمام طول عمرش چیزی که جا به جا کرده فقط آفتابه بوده. من یادم رفت اون اسم ملایی که آفتابه داره جا به جا میکنه رو اونو بهتون بفرستم. و اگر به دستاشون هم توجه کنی این برگ گله، نشون میده که اینا کار نکردن، دستاشون از اولی نیست و انسانی که کار نکنه هوشمندیش رشد نمیکنه. حال وظیفه روشنفکران این است که انگل را در هیئت انسان و گروه های انسانی شناسایی کند. دو، توضیح دهد انگل حضور و مخرب خود را در پیکر مادی و معنوی میزبان چگونه توجیه می کند تا همزیستی و سازگاری قرنها ادامه می یابد. سه، سوخت و ساز انگل در تولید، بازسازی و تکثیر خود چگونه عمل می کند. چهار، چرا جامعه نمی تواند انگل را از وجود خود پاک کند. پنج، آیا انگل چنان سرافای جامعه را فرا گرفته که نیروی درمانگر توان مقابله با آن را ندارد؟ شش، آیا درمانگر مسلح به اهرم‌های درمان و پیشگیری نیست؟ هفت، آیا درمانگر خود آلوده به این انگلیست و جامعه انگل است؟ هشت، چرا کشورهای مسلمان از سایر کشورها عقب مانده تر هستند؟ شما میتونید به این سوال های هشتگانه جواب بدید آقای سوربی؟ نه دیگه، اگه من اینا همه رو میدونستم من میشدم آقای یزدان خداوندلو، اون وقت شما باید مینشستی اینجا مصاحبه میکردی. میتونید این عکس ملا، اون انگل، آخوند انگل و عکسی دیگه ای هستش که من نارم مطلب پایینه که میخونم، اون رزمایش ملاها رو نشون بدید. اجازه بدین. خب رزمایش ملاها، بله بله، اینجا دارم با اصلا دیگه این هشت سوال رو، من این مطلب رو حدود 4-5 سال پیش نوشتم و بیش از 100 بار هم اشتراک گذاری کردم در فیسبوک. دقیقا یک نفر که بیاد درباره این سوالهای هشتگانه به یکیش یا دوتاش بپردازه و توضیح بده. سواد فرهنگی در فیسبوکی ها بسیار پایین متاسفانه. رزمایش ملاها، نقش تاریخی آخوندیسم در نابودی فرهنگ و هویت ملی ایرانیان. روحانیت با جهانبینی واپسگرا در انباشتن ذهن مردم با مهملا و مناسک اسلامی و آلوده کردن روان مردم با خرافات مسموم و ضد ایرانی سنت رسول الله از گذشته تا به امروز دستاورد دیگری نداشته که تقدیم جامعه ایران کند و برعکس آنچه تا کنون در کارنامه 37 ساله معاصرش در عمل و اهداف 1400 ساله گذشتهش در پندار و گفتار نشان می‌دهد، رفتاری ضد ایرانی، حذف هویت ملی از فرهنگ و روان ملت ایران، اعدام فرزندان وطن پرست و تعصبی کور در اسلامی کردن آنچه که دینی و اسلامی نباید باشد بوده و ثروت ملت را در ساختن فیضیه، مسجد، امامزاده، حرمهای گوناگون، تولید انگل ملا، پرازیت‌های خطرناک مکلا، مراسم سوگواری، عزاداری‌های گوناگون و پرخط جهت مقاصد استعماری، اهداف استثماری، بقا و حراست از نهاد عفونتبار دیانت اسلامی برباد داده و مانع پیشرفت علمی و ایجاد بیکاری در جامعه ایران شده است و همکنون عالی جنابان جانماز و تسبیح را کنار گذارده در مقابل ملت محجوب و بردبار ایران جهت ایجاد ترس و وحشت بیشرمانه یال و کوپال خود را به رخ بکشند و با اسلحه ظاهر و رزمایش نظامی میکنند.
که در مقام مقابله با این انگل سوج ابتدا روشنگری و نشان دادن نقش نامیمون این پرازیت خطرناک نسبت به حیات انسان ایرانی و در صورت پایین نیامدن از سر شیطان و کنارگیری از قدرت، طبق اصل کنش و واکنش تعارفات را کنار گذارده و با اسلحه در مسافی خونبار باید تکلیفش را روشن و به حیات نکبتبارش خاتمه داده شود. راه سومی وجود ندارد. بحثی ندارید شما؟ سوالی ندارید؟ نه، من این اکسارم دارم نشون میدم. بسیار. این مهاجرای اینایی که به اصطلاح با G3 دارن رژه میرن و اینها، و اجازه بدید دیگه ای هم هستش که نشون بدید که یه ملایی رو پشت با اسلحه و قرآن و اون آیه محمد رسول الله و شمشیر و نارنجک داره نشون میدیم. این منطق اسلام هست. اینو نشون میدیم، فقط به دوستان بگیم که اگر اونا صحبتی دارن یا نظری دارن میتونن تماس بگیرن یا با فیسبوک شما مستقیما یا با ما تا هفته های آینده در این مورد صحبت بفرمایید. بله، اتفاقا من از شما میخواستم که شما اشاره به این بکنید که اون 8 سوالی که در اونجا مطرح شده، حالا من متن کلیش رو هم همراه ویدیو میذارم، لطفاً به اون سوالات پاسخ بدن که یک بحث گفتگو صورت بگیره. بسیار عالی. من الان اون اکثر رو نشون میدم که بالاش نوشته لا اله الا الله، نارنجک، شمشی، کلت و بله. این منطق اسلام اینه در واقع. واکنش جهانبینی میرنده در میدان بقا. چرا این آدم ها داره 800 نفر در سال میکشه؟ چرا داره بمبگذاری میکنه؟ چرا داره خشونتشون میده؟ این واکنش یک جهانبینی میرنده در میدان بقا عموم شد. واکنش جهانبینی میرنده در میدان بقا. ضرب المثل فارسی میگوید جایی که منطق کار نمی کند زور تنها راه است. هرگاه استدلال متولیان و ملا و مکلای جهانبینی دینی در توجیه احکام مذهب متکی به منطق، داخل پرانتز منطق سوری ارسطویی یا دیالکتیک، و استدلالهایش منطبق با واقعیت نباشد، برای ادامه حیات و سلطه بر آدمیان بناگزیر پندارش تحریف واقعیت، کتمان حقیقت، انکار فرهنگ باستانی ملت. دیدید که یه سری اون چیزی در لبنان گفته بود که ایرانی ها اصلا فرهنگ نداشتن، هرچی دارن از اسلامه. آقای میرحسین موسوی هم گفته بود هرچی داره از اسلام داره. ما گفتیم آقا جان در ایران 7000 سال تمدن هستش، کلی یه مرتبه برین سر بزنین به اون موزه ایران باستان، هزارها اشیاء از 5000 7000 از 6000 سال پیش اونجا موجوده. دیگه مسی اونجا هسته که اون فرهنگه، نشون میده که این تو این بلاد فرهنگ جاری بوده. کتمان حقیقت، انکار فرهنگ باستانی ملت، کف دانستن جشن های ملی، دیدین تمام جشن های ملی رو حرام اعلام میکنن، جا انداختن امت اسلامی به جای هویت ایرانی یا ملیت ایرانی، پندارش آلوده به خرافات اسلامی، گفتارش ایجاد ترس، به زیر سوال بردن شخصیت‌های تاریخ ساز ملی و کردارش آمیخته به خشونت و مجازات دگراندیشان و ددمنشی نهفته در ذاتشان، آنگاه در روان اهریمنیشان سر به فلک می‌کشد که احساس کنند جهان نگری الهیشان رو به زوال، سر بر رشید نهاده و دیگر پاسخگوی جهان در حال تحول نیست و می رود که دکان سالوس فروشی ضد ایرانی بسته شود و حضرات از خوردن چلو کباب مرد، سیغه زنان، بارت ثروتهای مادی و معنوی ملت و خانه های مجلل محروم شود. اینا بحثایی بود درباره اینی که پندار و رفتار اینا رو ما شناسایی کنیم و درباره هر یکی از این سرخط ها که اسمشو من آوردم از من سوال بشه، من یک دفتر یک مثنوی تحویلشو میدم. اما الان میپردازم به مبحثی به نام سکولاریسم که در اون ابتدای موضوع توضیح دادم که بسیاری برای مقابله یا حتی نگهداری این دیانت
و برخوردار بودن از آخورش، این پیشنهادها رو میکنم: حکومت لاییک، جدای دین از سیاست، یا حکومت سکولار بدون توجه به اینه که ملت ایران کمر همت بسته که بساط دیانت اسلامی رو از پهنه ایران اخورایی برچینه. خب سکولاریسم چیست؟ در باب سکولاریسم و سیاست پنهان در پس آن. سکولاریسم یعنی چی؟ یعنی دین با سیاست بازی نکند و سیاست هم مذهب را به حال خود بگذارد. یعنی روحانیون حق دخالت در کار سیاست نداشته باشند و سیاست مداران نیز دین را دستاویز قرار ندهند. سکولاریسم چیست؟ سکولاریسم یعنی عیسی به دین خود، موسی به دین خود، هرچند که دین عیسی و موسی و محمد هر سه سراته یک اربازند. صحبت از حیله ایست که برای عقب نگه داشتن مردم طراحی شده، نه برای نجات آنها از چنگال مذهب. سکولاریسم یعنی چه؟ یعنی روحانیون خواهند توانست به دور از محیط سیاست در محفل‌های امن و حفاظت شده مردم را همچنان گمراه کنند و نمایندگان ملت هم اجازه انتقاد از مذهب را نداشته باشند. اما همان نمایندگان در مجلس با هواداران روحانیون سر کار خواهند داشت. در نتیجه ملا و مکلاها بدون احساس خطر به زندگی انگلی و نهاد دین به دور از انتقاد به حیات خود ادامه خواهد داد. اما در دنیای سیاست به طور غیر مستقیم و از طریق مریدان خود حضور خواهد داشت. این معنای پنهان شعار دهان پرکن سکولاریسم است که بر سر زبانها افتاده. سکولاریسم یعنی حفاظت از دین، یعنی با ابزار قانون از شیادان و پارازیت‌ها پاسداری کردن، یعنی بر دهان مردان سیاسی و ترقی‌خواه پوزبند زدن. اما در ایران ما سکولاریسم معنی دیگری هم دارد و آن خاکروبه را زیر فرش پنهان کردن است. آیا می‌خواهیم حضرات بعد از این همه جنایات و تخریب ثروت‌های مادی و معنوی کشور بار دیگر در مسجد برای خود پایگاه بسازند؟ سکولاریسم یعنی چه؟ یعنی اینکه دولت اجازه نخواهد داشت پیرامون ادیان ابراهیمی و مزرات آن روشنگری کنند. یعنی وزارت فرهنگ اجازه ندارد از طریق کتاب‌های درسی کودکان و نوجوانان ایرانی را برای یک زندگی دنیوی آموزش و به آنها نشان دهد که ادیان ابراهیمی چیزی جز خرافات، فلاکت و بیچارگی به ارمغان نیاوردند. سکولاریسم یعنی از گلاویز شدن با دروغ و ریا پرهیز کردن، یعنی تیشه را بر ریشه موهومات نزدن، بلکه آنها را برای روز مبادا نگاه داشتن. به این دلایل و هزار و یک دلیل دیگر ما با سکولاریسم مخالف هستیم و به کسانی که این شعار را کورکورانه و توتیوار تکرار میکنند پیشنهاد میکنیم پیرامون آن بیندیشند. عکس این سکولاریسم را میتونستیم نشون بدیم؟ بله بله، اجازه بدیم. عکس یک مردی ره که با تناب سکولاریسم و الله اکبر و این چیزها خودشو داره به دار میکشه. بله. خب شما بحثی دارید درباره این سکولاریسم؟ نه، توضیح خوبی بود، ولی جالبه که چون ما الان گروهی رو که به عنوان سکولار میشناسیم و خیلی هم این برابر میتینگ میذارن هر سال و اینها، این گروه دوستان آقای دکتر نوریالا هستن و آقای حسین بور، که آقای حسین بور به اینا خبر داده که من یک سفری برام اتفاق افتاده نمیتونم بیام، بعد یه دفعه سر از مکه و زیارت و اینها درآورده. و شما خیلی قشنگ توضیح دادید که اینا هدفشون اینه نگه دارن این مساجد و این اوضاع و احوال دین و دینبازی رو برای یه وقت که اگه خودشون هم احتیاج داشتن بتونن ازش استفاده کنن. اون عکس هم نشون دادم، نوشته که معنای پنهان سکولاریسم در ایران یعنی تناب دیانت به گردن افکندن. بعدا درباره این آقای حسین بود من یه مطلبی برای شما ارسال میکنم. بفرمایید. که رفته بود توی اون کجا با اتحاد اینا با تجزیه طلبان هم یه چیزایی دارن، یه پیوندهایی دارن.
و این گروه ها و اقلیت های قومی و نمیدونم ملیت ها در ایران میگه آقا جان ما ملیت های مختلف دیگه نداریم، به ایران واحد هستیم، دیگه مجموعه هاش هم زبان فارسی هست و پول ملی هست و حکومت مرکزی هست و اینها نهاد دارن. گذشت اون موقعی که ما ملیت ها و اقوام مختلف لور و نمیدونم اشقومی و غیره و این حرف ها داشتیم، یا مثلا کرد، یا آقای اومده بود توضیح داد گفته بود آقا قدری که کرد در تهران هست در استان کردستان دیگه نیست، اینی که اینا دارن میگن از اقوام مختلف باید چی دیارو بکنیم و زبان رو در درس دانشگاه و فلان، میگه ما با 80% ملت ایران در شهرها متمرکز شدن و اون چیزی که در دهات ها و روستاها و قصبه ها و هیل ها باقی مونده عدد و رقمی نیستن که بتونن حرفی برای گفتن داشته باشن. جالبه، یکی هم در رابطه با دوستانی که آذری یا ترک هستن گفته بود خب اجازه بده ما امروز میخوام تجزیه کنیم جدا کنیم، به نظر شما کجا رو جدا کنیم، رضاییه و تبریز رو جدا کنیم؟ گفته بود نه، توی تهران بیشتر از اونجاها ترک وجود داره. گفته بود خب تهران هم خطش رو میکشیم یه دیوار برای شما. بعد گفته بود آقا رسوندمش به بندرعباس که حتی تو بندرعباس هم ترک ها هستن، فعالیت میکنن، زحمت میکشن، کار میکنن. و وقتی شما صحبت کردید در رابطه با دوستانی که دنبال تجزیه طلبی هستن و حقیقت ماجرا اینه که اینها میخوان پول از این ور اون ور بگیرن، عکسای هم از آقای حسین بور و یا آقای دیگه‌ای که گویا فعالیت میکنه از طرف کردا، یا بعضی وقتا اینا به اسم اینکه ما نماینده کردها هستیم اصلا ممکنه کردا بیچاره خبر نداشته باشن، اینها این ور اون ور شرکت میکنن و پولهایی رو هم دریافت میکنن. بله درست گفت. خب من الان مطلب دیگه ای رو که میخوام بخونم برای شما. بفهم. قبلا هم شاید یک بار خونده باشم اما ضرور میدونم که یک بار دیگه بهش اشاره بکنم. ما مشکلاتمون با تنها حزب اللهی ها نیست که با ما اندیشه کرکور، در این 17 سال اخیر متاسفانه شاه اللهی ها هم فعال شدن و اینا فکر میکنن که ملت ایرانی که داره یه روی کردی به جهان باستان میکنه و احیای میراث گذشته داره میکنه، این رو باید بذاره به حساب مثلا بازگشت سلطنت هم میذارن، در صورتی که این چنین نیست. اگه ملت ایران داره به هخامنشیان و ساسانیان و به دیانت زرتشتی تمایل نشون میده، به خاطر این استش که این هویت ملی رو بر بنیاد اون انتحاط، یعنی ملیتی استوار بر بنیاد هویت ملی بنا کنه، نه اینه که سلطنت رو باز برگردونه. سلطنتی که بعد از تاج معراج به شدت عربیزه شده بود. این مطلب رو در پاسخ به این افراد نوشتم. زیربنای تفکر مشترک. چرا سلطنت طلب ها زیربنای تفکرشان شبیه حزب اللهی هاست؟ اگر میتونید اون عکس شاه و شیخ رو هم نشون بدید لطفا. بله. برای روشن شدن موضوع ابتدا تفکر رو تعریف کنیم تا مشخص شود قاعده اندیشه شاه محوری و حزب اللهی با کدامین مفاهیم به عنوان آجرهای بنیادین موزاییک بندی شده که دارای جلوه های واحد و مشترک است. تعریف تفکر. اندیشه یا تفکر به انگلیسی thinking کارکرد مغز آدمی است که به حکم ضرورت در مورد پدیده‌ای در میدان بقا فعال می شود، جهت صدور حکم، آفرینش، تخریب، تحلیل، انتقاد، استدلال، استنتاج، فراگیری، تردید و صدها مورد دیگر که این تلاش و فرایند ذهنی را در روانشناسی مدرن تفکر می نامند، که نحوه چیدمان مفاهیم اگر شبیه اتم های کربن در ساختمان الماس منظم و متقارن مزایق بندی شده باشد، باستاب آن درخشان به نحوی که نور را از خود عبور می دهد و در حوزه معرفت منجر به ظهور عقل و اگر نامنظم بر هم تلمبار گردد، پیامدش شبیه زغال تیره و تار و کوراندیشی خواهد بود. شما میدونی که آقای سربی تفاوت
زغال با کربن، اینا هر دو مولکول کربن هستن، اتمای کربن دارن. بله بله. اما در الماس اتم های کربن منظم در کنار هم قرار گرفته، یعنی پروتون مثبت منفی، پروتون مثبت منفی در کنار هم قرار گرفته، و این در کنار هم قرار گرفتن هم خیلی سخت است و هم میتونه نور رو عبور بده، هم محکمش میکنه هم شفاف. بله. اما اگر این اتم های کربن همینطوری در هم و بر هم بر هم تلمبار بشن، زغال رو به وجود میاره، و به همین خاطره که از همین زغال که تجزیهش که کردن تونستن الماس های مصنوعی درست کنن، یعنی الماس صنعتی که هیچ فرقی هم با الماس طبیعی نداره، یعنی چیزاشو مرتب کردن مولکولاشو، و اینا رو وقتی که دوهابش میکنن با چیز اون نانوتکنیک، من اونجا با برای شما یه روزی بحث کردم، توسط اون میتونن اینا رو یارو بکنن، رادیکاله کنن و پشت سر هم قرار بدن و بعد جامدش کنن و عناصر مایعش رو ازش بیرون بکشن، وقتی که جامد شد حالت الماس خودش میگیره. خب علت قرائز مشترک شاهی شیخی، یک تولید به رشد در محیط و جامعه‌ای که فرهنگش قائم به شخص و تحت تأثیر اهداف نهاد دیانت و سامانه سلطنتی آلوده به مناسک و سمبول‌های اسلامی است. شما در نظر بگیرید ما برای بیرون کردن خرافات و مناسک اسلامی از ذهنیت انسان مسلمان که از بچگی این مفاهیم رو در روان اون مزاج بندی کردن و روش هم یک لقاب تقدس کشیدن بسیار دشواره. طبیعتا نهاد سیاست هم در آموزه‌هاش یک تعدادی برای خودش امت فراهم میکنه، امت شاه اللهی. بیرون کردن این مفاهیم کهنه و پوسیده از ذهن اینها دشواره. برای چی الان اومده دنبال شاه داره میفته؟ میگیم آقا جان شاه رو دفتر چه بستن، تموم شد رفت، به فکر امروز باش که فردا چه کنیم. اما به ذهنشون نمیره شاه اینطوری بود، اونطوری بود، تونل کرد، فلان کرد. آقا خیلی خب اینا وظیفه بود. خب در مقابلی که تونل میکرد، اون کاخهای سعدآباد و غیره هم در اختیار این بابا گذاشته بودن دیگه. مفتیه چرا به من نمیارم بدن؟ خب علت قرائز مشترک شاهی شیخی، تولد و رشد در محیط و جامعه‌ای که فرهنگشان قائم به شخص و تحت تأثیر اهداف نهاد دیانت و سامانه سلطنتی آلوده به مناسک و سمبول‌های اسلامی است. دو، آرمان و اهداف مشترک حکاکی شده در لوح ضمیرشان. مذهبی‌ها مفاهیم خودشون رو جا انداختن، شاه اللهی‌هاش، نهاد سیاست هم مفاهیم شاه اللهی رو. سه، نیاز به تکیگاه قائد اعظم شاه و شیخ. وقتی که این افراد رو با اون مفاهیم ذهنیتشون رو انباشته میکنن، طوری رو طراحی میکنن که همیشه به تکیگاه شاه و شیخ نیازمند باشن. اگر این تکیگاه برداشته بشه، تعادل روحی و روانیش به هم میخوره. یادتون میاد من جلسه به دعوای بین من و اون رو مطرح کردم؟ بله. وقتی که این تکیگاه، به اصطلاح بگیم تکیگاه معنوی، اما در شاه اللهی ها در واقع تکیگاه مالی از آقور چربت، این اگه برداشته بشه، این تعادل بین من و اوش به هم بخوره، تعادل روانیش به هم بخوره. چهار، فقدان فردیت مستقل تحت تأثیر توحید اسلامی. در جامعه اسلامی اصلا شخص رو به رسمیت نمیشناسن و تلاش میکنن که در امت و در معده اون هضمش کنن. فقدان فردیت مستقل تحت تأثیر توحید اسلامی که فرد را در معده جمع هضم و ناپیدا میکنن تا شبیه گنده حیوانی نیازمند چوبان شاه شیخی منش باشد. پنج، عدم خلاقیت و توانایی تولید در حوزه‌های کشاورزی کارورزی در پیکر روانی سلطنت طلبان و حزب اللهیان. شما برید دقت بکنید به زندگیشون، هم شاه اللهیان هم حزب اللهیان هیچ کدوم انسان‌های کارورزی نیستن. یک تولید و اختراع و اکتشاف و این حرفا ابدا هیچ. شش، فقدان تفکر نقاد و عقل چالاک در درک علت، معلول، هزار، تناقض، سکون، حرکت،
تحول و تنفر از تکامل به علت علاقه به سکونزایی و دلبستگی به ایستایی سنت نبوی. هفت، واپسگرایی حاکم و تفکرشان که فکر میکنند آنچه دیروز داشتند امروز از آن برخوردار نیستند و میل دارند به شرایط گذشته برگردند که بازتاب ناتوانیشان در انتباه با تحول تغییر و اداره امور کشور است. میگیم آقا الان کشور داره یه سری مشکلات دیگه، خیلی خوب آستین ها رو بالا بزن، به سهم خودت این مشکلات رو حل کن. این کار رو نمیخواد بکنه چون کننده کار نیست، فقط دستش به کمره چون اون رو من خانم یکی هم میگه که خب من ملا هم میگرسن نباید کار بکنه. هشت، ملامت و اهانت به ملت. مرتب به ملت تولید میکنن که ما چی بودیم چی شدیم. تو هم تو ایدای هست دیگه، ملامت و اهانت به ملت. حزب الله یا تحت تاثیر شاکله امت که خود را بنده الله و شاه اللهی غلام و رعیت اعلی حضرت میدانه. نو سوء استفاده ناآگاهانه شاه اللهی و موج سواری سیاست استراتژیک باستانگرایی ملت جهت مقابله با ابلیس اسلامی متکی به سنت رسول الله که سلطنت پرستان گمان می کنند روی کرده نسل معاصر به گذشته دور شامل بازگشت سلطنت شبیه رجعت حزب اللهی ها به سنت رسول الله است. هر دو اشتباه می کنند. بعضی ها میگن برگردیم به اسلام ناب محمدی، نمیدونن اسلام ناب محمدی وجود نداره، اسلام همینی که هست و فرقه های مختلفش هم که به وجود میاد اجتناب ناپذیر بوده، باید به وجود می اومد. ده، فقدان تحصیلات اکادمیک نزد حزب اللهی و شاه اللهی که هر دو گروه جهان سومی و فاقد درک عمیق در حوزه فلسفه و جبر تاریخ هستند. نه تاریخ رو درست حسابی خوندن، نه اصلا درک دریافت درستی درباره فلسفه تاریخ دارند. یازده، شاه شیخ و جمعی هوادارانشان در گروه اقلیت مدام در حراس از اکثریت و مخالف نظام جمهوری که رئیس دولت الزاماً توسط رأی اکثریت به حکومت تعیین می شود هستند. دوازده، حضور سنت نکبتبار زندکشی و فعال بودن مردپرستی. دیدید من یه برنامه درباره زندکشی و مردپرستی ارائه دادم؟ بله. همینجا هستش، یعنی عموماً این دو گروه تا اونجایی که میتونن زنده کشی میکنن و تا اونجایی که میتونن مرده پرستی، یعنی اون شخصیت های مرده گذشته رو باید زنده و فعال نگه دارن برای اینکه از آخرش استفاده کنن. حضور نکبتبار زنده کشی و فعال بودن مرده پرستی شاه و نیت مرده پرستی شاه و امام محوری. برای چی حالا اینا شاه و امام محوری هستن؟ دور این میچرخنه. شاه و شیخ تکیگاه جماعت شاه الله و حزب الله هستند و ایشان قبلگاه مادی و معنوی کشور و همه امور به فرمان این دو حیولا صورت میگیرند، زیرا موجودی مقدس خدایگان آیت الله دارای فر ایزدی نماینده الله در زمین بزرگ ارتشداران مقام معظم و اعلی حضرت به شما میروند و چاکرمنشی شهروندان بدون حق مشارکت و دخالت در امور کشور در پیشگاه ایشان تنها در مقام رعیت و برده مشروع و الزامی است و وفاداری به نظام سلطنت و بیت امامت جهت برخورداری از آخر چرب دربار و فیضیه از جلوه های آن است. و اگر در دهه های اخیر سلطنت پرستان و تعداد حزب اللهی از شکوه و عظمت ایران قبل از اسلام یاد می کنند، معالا نه برای احیای رنسانس نوین ایرانی جهت برپایی ملیت و هویتی استوار بر بنیاد میراث کهن، بلکه موج سواری سوء استفاده از عواطف مردم جهت بازگرداندن آب رفته بر جوی سلطنت و گرایش این دو گروه به مدرنیسم و نوگرایی سطحی و توهمی بیشتی
زیرا هر دو جماعت به شدت وابسته سنت رسول الله و فرنگزدی هستند که عامل ایستایی، سکونزایی و عقباندگی جامعه بود و هست. یکی از زیانهای بزرگ جزمندیشی شاه‌اللهی ها تفکر دینی است که در نظام فکریش سؤال مطرح نمی شود تا تحرک فکر را به وجود آورد و قدرت استدلال و استنتاج را تقویت کند. شاه‌اللهی ها تقریبا همه اوهام های شبیه به هم دارند و هرگز در طول تاریخ کسی در بین جماعت شیخ شاه‌اللهی پیدا نمی کنی که در کسب کار بله قربانگویی بوده و کشفی در حوزه فناوری کرده باشد، چون از زمینه تعبد و بستر جزوندیشی دستاورد مادی و معنوی ارزشمند تولید نمی شود، چون سؤال در روانشان مطرح نمی گردد و اگر کسی از جماعت شاه و حزب اللهی سؤال کند که در صورت بازگشت سلطنت و ظهور امام زمان چه تضمینی وجود دارد که آقای رضا پهلوی و برگزیده رسول الله راه پدر و بزرگان و پدر بزرگان خود را نروند یا پای مبارک را در کفش استبداد سیاسی و تعصب سیاه دینی نکنند و دروازه ها بر پاشنه سابق نچرخند. سوالی دارید در این زمینه؟ نه خیلی دارم گوش میدم. خب ادامه میدم. خب در زمان شاه یه تعدادی حزب درست کرده بودن، الان هم همونا تکرار شده، احزاب و گروه های وابسته به دربار و قیزیه. سلطنت طلبان و حزب اللهی ها به دلیل اعتقاد به استبداد حاکم و ایجاد رابطه با شاه و شیخ به وجود احزاب مستقل به عنوان ابزار اداره جامعه مدرن برخواسته از پیکر ملت نیاز ندارد و در دوره معاصر جهت تظاهر به لزوم مشارکت مردم دست به تأسیس نهادها، احزاب ولی قربانگو و گروه های وابسته شدند و این جماعت که با عنوان احزاب دولتی در دوره شاه رو میگم شناخته میشوند که به امر شاه و شیخ به صورت فرمایشی تشکیل و هر گروه ارتباط تنگاتنگی با نظام سلطنت و فیضیه تحت نامهای حزب وطن، حزب اراده ملی، حزب دموکرات ایران، حزب مردم، حزب ملیون، کانون مترقی، حزب ایران نوین و حزب رستاخیز ملیت ایران و در بعد از انقلاب 57 حزب اصولگرا، حزب اصلاح طلبان میان رو و اعتدالگرایان، تشکلهای دانشجویی، احزاب اصلاح طلب راستگرا و چپگرا، حزب مشارکت، احزاب ملیگرای جمهوری خواه را میتوان نام برد و در 25 سال گذشته سلطنت طلبان بیانیه‌های آتشین نقض حقوق بشر در ایران تحت سلطه ملایان صادر کرده و در مورد سلطنت دموکراتیک پادشاهی پارلمانی تنها مهملات سرهم میکنند تا شاید آب رفته را به جوی اعلی حضرت رضا پهلوی بازگردانند و از مواهبش برخوردار و کماکان قوه قضاییه و مقننه بر مبنای شریعت شبیه قانون اساسی 1906 مشروطه برای 5 مجتهد شیعه حق وتو قائل شود که مادهی برخلاف شرع مقدس تصویب نشود و اسلام مذهب رسمی ایران باقی بماند. بسیار امیدوارم افرادی مثل آقای سعیدی حاضر بشن که با شماها بحث و گفتگو کنن تا از تبادل نظر بین شما و ایشون ماها بیشتر یاد بگیریم. خب آقای سوربی چند دقیقه دیگه وقت داریم؟ 14 دقیقه. بله. خب اگر اجازه بدید در این 14 دقیقه من به یک مطلبی اشاره کنم که شما قبل از شروع این برنامه به اون اشاره کردید در گفتگوهایتون و اون که آیا به اعتقادات و باورهای مردم باید احترام گذاشت. اینو من میتونم بعدا برای شما ارسال بکنم
که در این مطلب نکاتی رو من اشاره میکنم. من اون نوشتن خوندم، اونو خوندم و به نظرم درسته. به همین خاطر توی برنامه خودم گفتم که آقای یزدان خداوندی رو در این مورد صحبت کردن و میخوایم ازشون یه بار توضیح بدن، چون دوست ما اتفاقا ایشون ارمنی هستن، ولی همین حاصل نوشتهشون این بود که باید به همه عقاید احترام گذاشت اگر میخوایم به اصطلاح دنیای بهتری داشته باشیم. بعد سوال من این بود که آیا شما میتونید به عقیده کسی که مثلا آیسیسی که زنا رو میفروشه یا میگه من اگر میخوام برم بهش باید 7 نفر رو بکشم و اینها، میتونید بهش احترام بذارید؟ خوشحالم که امروز وقتی پیدا شده که شما در این مورد صحبت کنید. بفهم. بله ببینید، همین مسئله رو حدود 3-4 سال پیش در اینجا ما توی یه گفتگویی من مطرح کردم که اتفاقا همین این خانم گیتی کاوه هستش. بله خانم گیتی کاوه از انگلستان بود که یه آقای وقتی که من داشتم از این مسائل بحث می‌کردم، اون آقا 75-76 سالش هم بود، گفت آقا باید به اعتقادات مردم احترام گذاشت. من همونجا گفتم آقا جان من تعارفات کنار گذاشتم، شما معتقدید که باید به اعتقادات مردم احترام گذاشت، بسیار خوب، من هم جزوی از اون مردم هستم و اعتقاد دارم که شما آدم اولاغی هستی، باید به این احترام گذاشت یا باید مقابله کرد. شما دارید با این حقوق تناب دار به گردن خودتون میبافید. تا کی میخواید از این شعارهای عصر فودالیست رو تو دیوار تکرار کنید؟ ناسلامتی 8-8 سال سر کلاس درس نشستی، یه 50-70 تا کامیون مواد غذایی رو هم حیف بیل کردی، بیلان کارت شده، اومدی اینجا شعارهای تو دیوار بدی. من این مطلب رو به این خاطر نمیشتم، آیا به اعتقادات و باورهای مردم باید احترام گذاشت؟ درک بسیاری از مسائل جزون ودیهیات است، اما اکثر مردم در اثر بدآموزی، کج فهمی، اسلام بارگی، بی سوادی و دین گویی ناتوان از درک پیچیدگی آن ودیهیات هستند و هنگام قضاوت شیپور را سر گشادش می نوازند و جملاتی از پیش طراحی شده برای عوام و تحصیل کردگان بی سواد جامعه را توتیوار تکرار می کنند. به یک نمونه از این یاوه‌گویی‌های ناسنجیده و افاضاتی که بوی معلم اخلاق می‌دهد اشاره کنم. 1. به اعتقادات مردم باید احترام گذاشت. در این جمله امری که از سوی اسلامگرایان و دین باوران طراحی و در افکار توتی صفتان ریخته‌اند، یک جابجایی رندانه در درک مفهوم صورت گرفته‌اند. به این نحو که در درجه اول این مردم هستند به عنوان شهروند و عضو جامعه انسانی که باید مورد احترام قرار بگیرند، نه اعتقادات. داره اکو میکنه. بله نمیدونم، شاید به خاطر فیسبوکه، درست ببخش. نه به خاطر اعتقادات آنها، اعتقادات در صورتی قابل احترام هستند که خیر و برکتی نسبت به جامعه داشته و هرچه درجه سودمندی آنها بیشتر باشد به همان نسبت از احترام بیشتری برخوردار خواهند بود. در نتیجه اعتقادی که چاقو، دستبند، طناب دار، زندان، تبعید، اسیب پاشی و حسب دگراندیشان را هدف قرار داده و با سماجت و لجاجتی کور آن را به اجرا در می آورد را باید احترام گذارد یا با آنها مقابله کرد. مگر به خاطر همین اعتقادات نیست که زن را به جرم سکس که حق طبیعی اوست به دار میکشند، به سیمای دختران و زنان محجوب اسید میپاشند، شرکت کنندگان در جشن عروسی را به خاطر رقص و شادی به گلوله میبندند و در مقام معلم اخلاق نماینده خود انتخابی و سخنگوی مردم میشوند و از دیوار ادب بالا رفته و بر روی آن آگهی سانسور میچسبانند و نمی‌دانن که معلم اخلاق شدن یعنی سلطه به هر حق آزادی دیگران و تجاوز به حقوق و نظر همان مردمی که برایشان نسخه احترام به اعتقادات می‌پیچند. در تجزیه و تحلیل این جمله لازم است به 2 موضوع بسیار مهم جهت آگاهی دوستان اشاره کنم. موضوع اول، در این جمله امری دستور می‌دهد به عقاید مردم که معالم ریشه در دین دارد باید احترام گذارد که مبادا از رهگذر بی‌احترامی بر ستون مذهب
ضربه وارد شود و دکان مفخوری جماعتی انگل تعطیل شود. اعتقادات نباید بازنگری و مورد انتقاد قرار گیرد، زیرا منافع اقلیت فاسد به خطر می افتد. این موضوعی است که نادیده گرفته می شود. مطلب دوم، در جمله می گوید باید به عقاید مردم احترام گذاشت که یک جابجایی رندانه بین موضوع و محمول صورت گرفته است. با یک مثال آن را قابل لمس کنم. در آنالیز فلسفی این یک جمله گزارشی امری است و در هر جمله گزارشی یک موضوع، یک محمول و یک رابطه حضور دارد. مثال: حسن دانشمند است که حسن موضوع گزارش، دانش محمولی است که حسن آن را با خود حمل می کند و اصل رابطه است که موضوع و محمول را به هم پیوند می دهند. حال در جمله بالا به جای موضوع که مردم باشد، عقاید که محمول است و مردم آن را با خود حمل می کنند قرار گرفته. این جا به جایی از دید انسان ایرانی اسلام باره که فلسفه نمی داند و با تضاد و تناقض بیگانه و علت معلول را از هم تفکیک نمی کند پنهان مانده است. از این رو صغیر و کبیر تصور می کند که با بیان این جمله به ظاهر پرتمطراق دموکرات منشی خود را به نمایش می گذارد و نمی دانند که با این حکم تناب دار برگردن خود را می بافد. ختم گفتگو آقای سوری. بسیار ممنونم از شما. فقط حالا یه سوالی پیش میاد که خب بعد از صحبت‌های شما فهمیدیم که نخه همه عقیده ها قابل احترام نیست، ولی باید چه کار کرد؟ دیدم شما توی صحبتتون گفتید که باید به انتقاد بکشیم، ولی کسی که عقیدهش اونجوری تندرو هست اصلا اون قبول انتقاد نمی‌کنه. باید چجوری با اینا صحبت کرد؟ چجوری عوضشون کرد؟ راهی هم هست؟ روشی هم دست یا نه؟ بله خب باید باشون درگیر شد. یعنی همونجا وقتی که من به اون آقای 75 ساله گفتم آقا من تعارفاتو گذاشتم کنار، اگه شما میگید به عقاید مردم باید احترام گذاشت، من هم جزوی اون مردم هستم و اعتقاد دارم تو آدم اولافی هستی، این ضربه میزنه و این بابا و یا کسای دیگه‌ای که میشنون میفهمن اینا رو باید گفت. وقتی که نگیم طبیعتا همینطوری این شعارهای عصر فئودالیسم مرتب تکرار میشه. باید مرتب بگیم نقش روشنگری یعنی همین، یعنی هر بار ببینید که من انگشت میذارم روی یک دمل عفونی و فشارش میدم و توضیح میدم، راه دیگه ای نداری. خب حالا اون آقای 70 چند ساله با وجودی که مخالف عقیده شما بوده و یه چیزی رو توتیوار تکرار میکرده، ولی بعد که شما به این صورت حقیقتا بهش توهین کردید عکس العملی نشون نداده. ولی اگر من یه جایی به یه نفری که تندرو هست یه چیزی بگم، مردم احترام گذاشت، منم عقیدم اینه، قبول دارم، ولی میگم اگر شما جلویتون یه آیسیس وایساده باشه یا یه نفر از این طالبان و اینها، با اون چجوری صحبت میکنید؟ نه با اونی که فقط شعارهای زیبا تکرار میکنه، با اون تندروه. خب یه نفر میگه باید با اینها به اصطلاح به عقایدشون احترام گذاشت، شما میگید نه من احترام نمیذارم. خب حالا شما هستید یه آدم تندرو و آیسیس هم توی خیابون شماست، توی محل شماست، توی مدرسه شماست، با اون با چیکار کنید؟ خب این رو اگر که شما اجازه بدید، نمیدونم شاید من قبلا خوندم در یک مقاله، من اصول و مبانی انتقاد سازنده رو توضیح دادم. بسیار عالی. که در اونجا من برای شما اینو مطرح میکنم. عموما نگاه میکنیم میبینیم که از اون آقا باید بپرسی، نه اینطوری مستقیم بلکه به صورت سوالی که شما فکر میکنید اینطور درسته. آها فهمیدم. که اون میاد هی توضیح میده شما این وارد بحث میشید. خب به نظر من اینو اگه بتونید یه جایی توی برنامه بگنجونید و بازش کنید خیلی خوبه، روش برخورد با این افراد رو یاد بگیریم. خب الان مثلا من یاد گرفتم دفعه دیگه اگر یه کسی گفت، البته اگه دیدم از من بزرگتره اینجوری بهش توهین نمی کنم که خب منم دوست دارم فکر کنم عقیده من اینه که مثلا شما اولاغ هستی، اینجوری نگم، ولی یاد گرفتم که بگم خب عقیده من اینه که مثلا شما یه چیزی،
بهتر یه چیزی. آره شما نمیفهمی. خب یه چیزی یه جوری باید بشماره. بله یعنی اگه منم عقیدم اینه دیگه، شما مقابله نکن. بله این هستش اونجا. حالا در یه جلسه دیگه اون رو من میارم به عنوان یک برنامه چون میکنم که در اونجا 20 تا 25 6 چیز رو توضیح دادم که چگونه ما این افراد باید برخورد کنیم. بسیار ممنونم. دوستان عزیز اگر مایل بودید درباره این برنامه یا برنامه‌های قبلی آقای یزدان خداوندلو صحبتی داشته باشید، پرسشی دارید یا نظری دارید، یا با خود ایشون که با همین اسم روی فیسبوک هستن، بسیار ساده، خیلی هم ریسپانسیو هستن، خیلی جواب میدن وقتی که چیز مینویسین و میفرستیدین ها، تماس بگیرید. اگه مشکلی داشتید در تماس با ایشون، با تلویزیون مردم چه از طریق ایمیل چه از طریق تلفن، فیسبوک، دیگه همه چیز هست و هیچ عذری موجه نیست. برنامه های آقای یزدان خداوندلو روزهای چهارشنبه به وقت واشنگتن و نیویورک سته بعد از ظهر از تلویزیون مردم پخش میشه، همزمان از فیسبوک هم زنده پخش میشه، توی آلمان 9 شب. من از شما ممنونم آقای خداوندلو. و به اگر یه دقیقه وقت هست بفرمایید. من این مغلطه احترام و عقاید رو مطرح یه دقیقه بفرمایید. بفرمایید. به 4 خطه. بله بله بفرمایید. این مسئله این خودش نوعی مغلطه است. مغلطه احترام به عقاید، احترام گذاردن به عقاید یکی از مغلطه های رایج دین خویان جهت مرغوب کردن مخاطبان است که در این مهمل باقی متعصب مذهبی به جای استدلال به استبعاد متوسل می شود. استبعاد می دونی یعنی چی؟ یعنی مرتب آیه برمی داره میاره، یعنی به جایی که استدلال بکنه میره رسول الله گفت در قرآن چنین آمد به فلانی عربا، اینا رو بهش میگن استبعاد. استبعاد متوسل شده و با آوردن آیه از قرآن، جمله از کتب حدیث یا بیتی از عارفان، گزاره را توهین به باورهای مردم دانسته بدون این که نماینده و سخنگوی مردم باشد. با نصیحت مخاطب، با نصیحت مخاطب شوره بحث را خاموش میکند و با سفسطه سنگ و مسیر استدلال، استدلال و کاربوچگافی مطلب میافکند. عموما توهین به عقیده با نقد عقیده تفاوت اساسی دارد. زمانی یک نظر توهین محسوب میشود که اشتباه و احمقانه باشد و دلیلی بر آن ذکر نشود، ولی اگر در پس آن دلایل برا برهان منطقی و استنتاجی بوده و اصطلاحاً احتجاج صورت گرفته باشد، در دایره نقد قرار می‌گیرد. بفرمایید. بسیار ممنونم از شما. بهترین ها رو براتون آرزو می‌کنم. به امید دیدار. و برنامه ما قرارش هست چهارشنبه 3 بعد از ظهر با آقای یزدان خداوندلو. برنامه امروز هم درباره آسیب شناسی، زهر و پادزهر اجتماعی بود. مرسی. درود بر شما. مرسی. با امید دیدار. خب دوستان عزیز، با آقای یزدان خداوندلو بودیم. برنامه رو پی میگیریم. ساعت 5 بعد از ظهر با آقای پرویز مینویی خواهیم بود. شما هم میتونید در تلویزیون مردم برنامه داشته باشید. همیشه گفتم یک تماس از شما و بقیه کارها از ما. روز روزگار بر شما خوش و تلویزیون مردم رو به دیگران هم معرفی کنید. مرسی.